در سال 1321 در تهران متولد شدم. منزل مسکونی اون روبروی دانشگاه تهران بود. منزل در واقع پدر بزرگ من که پدرم هم همراه عمه هام توی هم خونه در مجاورت همدیگه زندگی میکردیم. قدیم هم اینجوری بود. یه اتاق بود، همه خانواده اونجا بودن و حیات های جوری بود که این ور حیات یه سری اتاق بود، اون ور حیات یه سری اتاق. اتاقای اون ور معمولا صاحب خانه زندگی میکرد، اتاقای اون ور هم اجاره میدادن. مثلا در اون خونه من متولد شدم. پدرم در اول کارش کار نجاری بود. از نوجوانی میرفت به کلاس ابوالحسن صبا ویولون میزد. در همون سالهایی که من متولد شدم یه گروهی داشت که با اون گروهشون با هم دیگه تمرین میکردن، احیانا آهنگای آماده میکردن. حدود مثلا 7-8-10 سال بعد من به دنیا آمدم و 4-5 سالم بود پدرم دیگه این ارکستر را انداخته بود. هر جمعه رفت منو گاهی همراه خودش میبرد. در مورد دنیای کودکی من و نوجوانیم، خب طبیعتا همیشه بیادم هست، این روشنه. ولی یه نکته جالبی توش هست که باید براتون بگم. من بابام گفتم بهتون که ارکستر داشت و با خوانندگان مختلف کنسرت میداد و در همون زمان کنسرت ها در لاله‌زار، در تئاترهای لاله‌زار اجرا میشد، چون سالن کنسرتی وجود نداشت. پدرم اونجا اجرا که میکرد کنسرتش رو با خواننده‌های مختلف، بین دوتا برنامه یا آنتراکتی بود که بالاخره نوازنده های استراحتی بکنن، مثلا خواننده دیگه بیاد بخونه، بین این دوتا قسمت تو تنفس منو میفرستادن رو سن. 12 سالم بود. واسه که مردم تو سر و کول هم نزنن. اون موقع تو تئاتر میدونید هم چیز میفروختن، یارو با جبه آینش جبه چیزش میومد، مسقطی هم لیمونات همینا میفروختن. من میرفتم رو سن چی میزدم؟ یه قطعه کلاسیک میزدم، چون من ویولون کلاسیک کار کردم، هنرسان عالی موسیقی بودم. مثلا لیگوینر بایزن، نمیدونم روند کاپری، جزو این قطعات کلاسیک رو. و مردمم با اینکه سطح موسیقی کلاسیک نبود دیگه، میومدن موسیقی ایرانی گوش کنن، همه مبهوت میشدن که این بچه مثلا 12 ساله چجوری داره ساز میزنه. بعد که تموم میشد دوباره اونا میومدن و کنسرتشون رو ادامه میدادن. و گاهی هم بابام، پدرم منو میبرد همراه خودش در برنامه هایی که مثلا داشتن. یادم میاد که گاهی منو میبرد، یکی از شبایی که ما رفته بودیم یکی از مهمونی‌ها، موقع برگشتن با ماشین که میومدیم، ماشین محل یادم نمیاد کجا بود، ولی ماشین خراب شد و ما تو ماشین نشسته بودیم و دیر وقت شب بود. من احساس میکردم که حیوانات دارن حمله میکنن به این ماشین و اینه، هیچ کی جرئت نمیکرد تو ماشین در بیاد. من تو عالم بچگیم این صحنه هنوز یادمه که اینا که میپریدن به شیشه ماشین، حالا گرگ بود، نمیدونم سگ بود، چی بود، همه رو ترس برداشته بود. خب منم بچه بودم، واقعا میترسیدم. همیشه جلوی چشمم این خاطرات دوران کودکیم. 8 سالم که شد منو به هنرستان عالی موسیقی فرستادم. 2 سال اول تو دبستان تو محلمون، همون محله‌ای که بودیم، اونجا درس خوندم. کلاس سوم ابتدایی هنرستان از کلاس سوم ابتدایی قبول میکرد، الان از راهنمای قبول میکنه، ولی اون موقع سوم ابتدایی قبول میکرد. رفتم هنرستان. هنرستان عالی موسیقی جای فعلی تالار وحدت بود. در همین محوطه تالار وحدت یک باغ مشجری بود، وسطش ساختمان بود که خاطرم نیستون ساختمان به کی تعلق داشت، ولی اونجا هنرستان بود که 2 طبقه، یک طبقه پایین کلاس ها بود که ما بچه ها درس خوندن، طبقه بالا هم آمفی‌تئاتری بود که برنامه ها اونجا، برنامه بچه ها وقتی میخواستن مثلا امتحان بدن، امتحان رو تو کلاس نمیدادن، همون زمان تو آمفی‌تئاتر، و احیانا میتونستن حتی پدر مادر رو بیان یا معلمین بشینن یا بچه ها بشینن. در هنرستان چون پدرم خودش ویولون میزد، من هم با ویولون شروع کردم.
معلمم آقای عطالله خادم میثاق بودن که البته در قیه حیات نیستن، ولی فرزندشون در حال حاضر بیرونست بزرگی در اتریش، بیژن خادم میثاق. کنار ایشون ویولون رو شروع کردم. استعدادم خوب بود توی یادگیری ویولون. بعد از 2 سال که پلویشون بودم و ساز میزدم، من رو به معلم خودشون معرفی کردن، آقای سرژ خوتسیف که از روسیه آمده بود و ویولونیست خوبی تربیت کرده بود تو ایران، آقای خادم میثاق، روحی فر، جورج ماتیوسیان و خیلی های دیگه. من به کلاس او رفتم، منتها خب اخلاقش زمین تا آسمان با معلم خود من خادم میثاق فرق میکرد. یه آدم خشن و عصبانی بود و چون هنرستان تدریس نمیکرد و ما خونش میرفتیم، حتی اوائل چند یک سال هنرستان تدریس میکرد، بعد دیگه من رفتم خونش، خیلی خود زده کرد منو رفتارش با من. ولی خب انقدر در یاد دادن گوشه ها و تکنیک ها و اون المان های خیلی مشکل و چیزهایی که کمتر در دسترس کسی هست، انقدر اونا رو خوب یاد میداد که حیف دادم رها کنه. اون زمان موقعی که اوایل هنرستان بود، خاطره جالبی که برام مونده اینه که خب برصورت 8-9 ساله بودم دیگه، منم دوست داشتم مثل بچه های دیگه محل برم تو خیابون فوتبال بازی کنیم، تیله بازی کنم، نمیدونم دو چرخه سوار شم مثل همه. ولی بابا میدید من ساز کار نمی کنم، موقعی که میخواست بره صبح مثلا در مغازش، اگه روزهای تعطیلی بود مثلا من خونه بودم، منو میکرد تو اتاق، در رو افش قفل میکرد، میرفت که من ساز کار کنم. منم به خاطر همون بچگی و به اصطلاح نوجوانی اول خب لج میکردم، از در دیوار میرفتم بالا، واسه خودم شیطونی میکردم به اصطلاح، بعد خسته میشدم و با میسادم ساز کار کردن. همین عادت شد برام که یواش یواش دیگه به سن 10-11 که رسیدم، دیگه خودم اتوماتیکمان میرفتم تو اتاقی که نزدیک در خونه بود و نزدیک خیابون بود، یعنی خیابون خونه ما خونه طولانی بود که یه حیات طولانی داشت، درش تو خیابون 20 متری دانشگاه باز میشد، یه اتاقم نزدیک خیابون بود، اونجا میرفتم تو اون اتاق و ویولون میزدم، تمرین میکردم. پنجره ای داشت تو خیابون، همه بچه از اون پنجره آویزون میشدن، بچه محله که صدای ساز بشنون به اصطلاح. که بعد دیگه یواش یواش اونجا رو خب ما ترک کردیم، رفتیم به جای دیگه، پدرم جای ساختمان دیگه ساخت و رفتیم اونجا و دیگه از اون محل رفتیم. برای خاطرات برام باقی موند. ولی وقتی من که ششم ابتدایی رو تمام کردم و هنرستان رو یعنی دیپلم که نه تصدیق ششم گرفتم، پدرم اصرار کرد که بیا برو دبیرستان معمولی درس بخون، هنرستان ادامه نده. چرا که دانشگاه دیپلم هنرستان رو به عنوان والور تحصیلی نمیپذیرفت. شما نمیتونستید به طور مثال دیپلم هنرستان باشید برید کنکور پزشکی بدید، و فقط بعد میرفتید به دانشگاه موسیقی که اون موقع هم دانشگاه موسیقی وجود نداشت. بعدها هنرکده در هنرستان موسیقی ملی در زمان آقای دهلوی درست شد که اونجا لیسانس در واقع میدادن، که اون لیسانس هم باز والور لیسانس دانشگاه رو نداشت. مادرم الان در حال حاضر تو بیمارستان بستریه با حال بد، و من خاطرش رو بد بگم اینجا. مادرم منو برمیداشت میبرد زعفرانیه. اون زمان کلاس آقای خادم میثاق، بعد از اون آقای خودسیف که سالها گذشته بود، در زعفرانیه بود. من رو روزا میبرد، هفته یه روز میبرد اونجا که درس ویولنم اونجا بگیرم. این مسیر رو ما پیاده میامدیم و دیگه تا زعفرانیه نمیشد که نه، یه مقدارش رو با ماشین با اتوبوس میمدیم، مقدارش هم پیاده میرفتیم، و برگشتن رو با مادرم خیلی مسافت رو پیاده میمدیم. ویولن رو دوشم بود و با هم حرف زدیم و میمدیم، و این مسیر رو هفته یک روز ما مادرم منو میبرد میآورد به کلاس ویولن که از درس ویولن عقب نمونم. دبیرستانم هم که ادامه میدادم. ولی خب میدونید شما هنرستان والور تحصیلی پایینه. درس کلاسیک دبستان یا دبیرستان در هنرستان به اندازه دبیرستان های معمولی نیست. یعنی بچه ها ریاضی مثل این دبیرستان ها یاد نمیگیرن، چون بیشتر گرفتار ساز و این چیزا هستن. و من وقتی آمدم به دبیرستان معمولی رفتم بعد از هنرستان، 2 سال رد شدم تو دبیرستان، برای اینکه سخت بود درس بسن، سازم هم درس میزدم. یادم میاد که در دبیرستان ادیب که بودیم، سیمون آیوازیان که گیتاریست بسیار خوبی است و عاشق تمثلان، هم کلاس بودیم با هم،
من ویولن رو میبردم دبیرستان، دبیرستان ادیب. سیمون هم گیتارش رو میورد. تو کلاس با هم دیگه دوتایی دونوازی میکردیم. بچه هم خب دوستامون لذت میبردن و خیلی جذاب بود براشون. و از هنرستان خارج شدم، رفتم به دبیرستان، دبیرستان کلاسیک معمولی که بچه ها میرن، و دیپلم ریاضی گرفتم. به خاطر اینکه نیاز داشتم که برم دانشگاه، اون موقع باید حتما سربازی میگذروندی دانشگاه میرفتی، یا اینکه به مجرد تمام کردن دبیرستان میرفتی. من چون یه عقب مونده بودم یک سال دو سال، رفتم سربازی. رفتم سربازی و چون 19 سالگی گفتم در ارکستر گلها قبول شده بودم. اون موقع رهبر ارکستر گلها زنده یاد روح‌الله خالقی بود. ساز منو که شنید فورا قبول کرد و برو سر بی سر ارکستر. دوست نداشتم از دست بدم ارکستر گلها رو. سربازی هم شوخی نداره دیگه، باید بری صبح بلند شی، صبحگاه باشه، شامگاه باشه، نمیدونم تمام هفته اونجا باشی. و من چون دوست نداشتم از دست بدم، شوهر خاله‌ای داشتم که توی رتبه دو ارتش بود، سرتیپ بود. به او گفتم که آقای افشار بود اسمش، گفتم آقای افشار یه کاری میکنی من بتونم ارکسترمو برم؟ تعلیماتیم تو این پادگان اشتت‌آباد بود، خیابان شمران. فرمانده اونجا بود به نام سرهنگ جاویدپور که دوست شوهر خاله من در اومد و ایشون بهش سفارش کرد که فریدون بذار بره. بعد از سربازی رفتم امتحان دادم و قبول شدم، رفتم دانشگاه تهران. بعدم که وارد دانشگاه شدم، اول آرشیتکت قبول شدم، بعد موسیقی قبول شدم، که خب دوستانم که تو دبیرستان با هم خیلی ارتباط داشتیم و ارتباط دوستی خوبی داشتیم، گفتن نه واسه چه میخوای بیای آرشیتکت، معمار بشی، برو موسیقی دان بشو. دیگه زمانی که رفتم سربازی اومدم، دیگه زمانی بود که دانشگاه در رشته موسیقی افتتاح شده بود. آقای برکشلی در دانشگاه تهران رشته موسیقی رو افتتاح کردن و من سال دوره دومش که ترم دومش بود قبول شدم اونجا. شروع دانشگاه معلم سازم، چون آقای تاماس کریستیان داوید از اتریش آمده بودن برای کمک به آقای برکشلی برای راه اندازی این دانشگاه و کمک به تدریس دانشجوها، یک نوازنده آلتو همراه خودشون اردو بودن از اتریش به نام ولفگانگ والیش. آقای ولفگانگ والیش معلم ویولون من بود در دانشگاه. خب در اون موقع من هم در ارکستر سمفونیک نوازندگی میکردم، هم در ارکستر گلها نوازندگی میکردم، هم در ارکستر سبا با آقای دهلوی، هم ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون که افتتاح شده بود نوازندگی میکردم. حالا مدتهاش به تناوب فرق میکرد، ولی در دانشگاه آقای والیش معلم من بودن که در کنار آقای هوشنگ استوار که ایشون هم متاسفانه به رحمت خدا رفتن، اساتیدی بودن که در دانشگاه کنارشون بودم. دانشگاه خب برای من خیلی جالب بود، چون من هنرستان گذرونده بودم، هنرستان عالی موسیقی و پلو برتری معلمای موسیقی در ایران کار کرده بودم، درس خونده بودم. وقتی رفتم دانشگاه انقدر پیشرفتم بالا بود تو موسیقی، یعنی انقدر چیز بلد بودم که دانشجوهای دانشگاه متاسفانه در بعضی مبانی موسیقی کلاس اول بودن هنوز. یعنی زمانی که من تدریس میکردم تو دانشگاه به نوازنده میگفتم سازت چیه؟ میگفت ستار. میگفتم بزن بینم، نمیتونست چهار تا نوت تو ستار بزنه، دانشگاه قبول شده بود. در حالی که اینا وقتی کنکور عمومی میدن و میدن به تخصصی میرسن، باید ساز رو به بهتری نه بزنن تا بشن دانشجو موسیقی. منطقه اینقدر ضعیفه و اینا میخوان دانشجو بگیرن، ضعیفترین دانشجو رو هم میگیرن. یادم میاد که وقتی رفتیم واحد انتخاب کردیم و رفتیم سر کلاس ها، آقای یوسف زاده، آقای استوار و بقیه ما بند گفتن تو نمیخواد بیاری، شهبازی هم تو نمیخواد بیاری، تو برو آخر حسابی امتحان بده فقط. چون مثلا فرض کنید کلاس کتاب اول مثلا سولفژ رو میذاشن رو پیانو، اینا میخوندن، من کلاس کتاب چهارم سولفژ هم از حفظ بودم. یا مثلا دیکته موسیقی، مثلا میگم که مثلا بچه مدرسه ای شما یه دیکته کتاب اول بگی نتونه بنویسه، یه بچه کنار اون کتاب کلاس ششم دیکتهشو بنویسه. اینجوری بود مثلا دیکته موسیقی هم اونجوری مینوشتم، اینا اصلا نمیتونستم بنویسن. کسانی که قبول شده بودن که تازه محصلای هنرستان هم جزوشون بودن و خیلی هم از بیرون اومده بودن، مثلا هنرستانی نبودن، همینجوری ساز یاد گرفته بودن. یکی از بهترین خاطرات این بود که اینا به من اجازه میدادن که
سر کلاس ها نرم و این باعث میشد من بتونم توی این ارکسترایی که نوازندگی میکردم شرکت کنم، کارم انجام بدم. بزرگترین خاطراتم در دانشگاه اینه که آقای داوید و یک آقای آکومپانیستی بودن از امریکا آمده بودن که الان اسمش خاطرم نیست، حالا یادم باشه میگم، ویولون منو که شنیدن که خیلی قوی میزدم و ویرتیوزیت بودم تقریبا تو ویولون، شروع کردیم کنسرت دادن در سراسر ایران. مثلا دانشگاه شیراز دعوت میکرد، با این آقای آمریکایی من میرفتم اونجا با خانم شاکه مکاریان که خواننده بودن و الان تو آمریکا هستن، میرفتیم به کنسرت اجرا میکردیم از طریق دانشگاه. و در خود دانشگاه هم یه ارکستر کوچولوی درست کرده بود آقای داوید، با اون ارکستر هم من اجرا میکردم، با خود داوید هم اجرا میکردم. و یکی از معلمینم آقای استوار، آقای هوشنگ استوار که معلم هارمونی بودن به ما و در بلژیک هم تدریس میکردن در کنسرواتوار سلطنتی بلژیک، یه کاری برای ویولون و پیانو نوشته بودن، کارو هدیه کردن به من و این برای من خیلی ارزشمند بود و خیلی خاطر انگیز بود برام که معلمم یه کاری به من هدیه کرد. من دلم می‌خواست با ساز فارغ التحصیل بشم و به همدلی سازو کار می‌کردم. بعدن که آقای والیش از ایران رفتن، آقای جورج مارتیوسیان آمدن دانشگاه، من لیسانسمو با ایشون گرفتم. یعنی وقتی فارغ التحصیل شدم در کنار آقای مارتیوسیان و همسرشون لوست مارتیوسیان که پیانیست بسیار قابلی بودن، در کنار ایشون با خانم لوست یه برنامه شب سونات اجرا کردیم و من از دانشگاه با منسیون الف فارغ التحصیل شدم.